سلام تو این روزها که داریم کم کم به بتای رسافلیشکینگ و آلفای دراگون فلایت نزدیک میشیم همونجوری که قول داده بودیم ویدیوهای راجع بهشون قرار بسازیم و همه خبرهاشون رو کاور بدیم خب اول با رس شروع کنیم که میدونم بین ما ایرانیا طرفدارای خیلی زیادی داره تو این روزها که حسابی بحث رس داغ شده بلیزارد هم حسابی فعال بوده و کلی خبر راجع رس به رسافلیشکینگ بهمون داده اولین خبرمون اینه که بلیزارد گفته با لانچ فری پچ رساف لشکینگ سرورهای فرشی هم شروع میشن که پلیرهایی که تا پیش از این کلاسیک بازی نکردن یا میخوان تجربه جدیدی رو امتحان کنن هم بتونن از بازی لذت برن توی این رلم ها تا 90 روز از لانچشون شما نمیتونید از کاراکتر بوس استفاده کنید قابلیت ترانسفر از سرورهای دیگه به سرورهای فرش توی این 90 روز وجود نداره و همچنین شما توی این رلم ها نمیتونید بدون داشتن حداقل یک کاراکتر لول 55 یک کاراکتر دسنایت بسازید تو این سرور ها کوست های AQ40 یا همون آنکراژ انجام شده و کسی دیگه نمیتونه تایتل اسکراب لورد و مونتش رو بگیره چرا اینا خوبه چون ممکنه پلیری باشه که تا پیش از این کلاسیک بازی نکرده باشه و دوست داشته باشه با بقیه توی سهت باشه و اگر بیاد بره توی سرور دیگه شروع کنه به بازی کردن و یک کسی مثلا ویپن های داشته باشه میتونه یک برتری خیلی زیادی نسبت به این کاراکتر فرش این داشته باشه برای همین سرورهای فرش میتونه یه تجربه خیلی جدیدی باشه خبر خوب بعدی اینه که با لانچ رس آف محدودیت ساخت کاراکتر هورد و الیانس توی یک رلم پی وی پی برداشته میشه و به راحتی میتونید توی یک رلم هر دو تا فکشن رو داشته باشید همچنین میتونید تا 50 تا کاراکتر دقیقا مثل سرورهای لایف توی یک رلم توی هر اکانت بساز اینجوری که پیش بینی میشه توی ماه جولای یعنی ماه بعد میلادی باید منتظر بتای رساف باشیم و بتونیم تست هامون رو از اونجا شروع کنیم برای آلفای دراگون فلایت باید کمی بیشتر صبر کنیم و احتمالا از اواخر آگوست باید منتظر خبرهای آلفا باشیم با این حساب اوایل بهار 2023 باید تقریبا منتظر لانچ دراگون فلایت باشیم توی ویدیوی بعدیمون قراره به سراغ تلنت سیستم دراگون فلایت بریم که دوباره به سبک قدیم یا همون تلنت ری برگشته و بالاخره همه کلاس هاش لایف شد و همچنین توی قسمت های آینده سراغ اوورواچ خواهیم رفت که خبرهای خیلی زیادی راجع به اوورواچ دو به تازگی منتشر شده و کلی خبر اونجا داریم که خیلی خبرهای امیدوار کننده ای بود میتونه بازی رو دوباره به یه سطح خوبی برگردونه و توی ادامه پروژمون لور دراگون فلایت رو داریم که خیلی خیلی خوشحالم که تونستیم پایه توی اون ویدیوهای این استامون تو دوازده قسمت اول بذاریم و خیلی به اونها اشاره خواهیم کرد و امیدوارم شرایط طوری ادامه پیدا کنه که بتونیم ادامه مجموعه رو که اون دوازده قسمت اولش تو این داشتیم تو یوتیوب ادامه بدیم و چون قول دادیم ویدیوهامون از این بعد کوتاه باشن پس تا بعد خدا نگهدار شما